بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک و الملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزت و العظمت و الجبروت و استعنت بذی القدرت و اللاهوت و امتنعت بذی العظمت و الکبریاء و الملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل على محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی ترا به مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین. جان ناقابل من قابل قربان تو نیست، ورنه دل بستگیم هیچ به جان تو نیست. شاهد حال بود وضع پریشان که مرا بستگی جز به سر زلف پریشان تو نیست. یا صاحب زمان، یا همه چون شوم محرم کویت بکنم جام زتن،
چون که این دلق کهن لایق ایوان تو نیست، یا در همه شهر تنی نیست ز صاحب نظران، که دلش هدف ناو که مژگان تو نیست، یا که ذهولش سخنان میگویم سخ روزیست، ولی چون شب هجران تو نیست، یا آب حیوان که بود مایه عمر ابدی، چشمه آن به جز از چاه زنخدان تو نیست، یا اگر دست دهم قربت کعبه مقصود، اگر دست دهم با کی از بود ره و خار مغیلانه تو نیست، یا سا
قال الله الحكيم في كتابه الكريم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. محضر مقدس امام است صلواتی تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم تقدیم میکنیم. قادر منان بقیه غیبت امام زمان و امیر عالم علی عالی اعلی امیر المؤمنین علی علیه السلام ببخشد صلوات سوم محضر امیر المؤمنین تقدیم کنیم. در حدیث معرفت به نورانیت امام عصر و اجداد طیبین و طاهرینش نکاتی بیان شد. امشب بخشی دیگر از این حدیث را بیان می کنیم. یا سلمان و یا جندب قالا لبیک یا اخا رسول الله قال من لا يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول الله كيف يصلح للإمام. سلمان ابو ذر: خداوند آیات سوره براءت رو بر پیغمبر نازل کرد و واجب کرد بر پیغمبر که باید این آیات را بر مشرکین بخوانید. پیغمبر ابوبکر را صدا زدن، آیات را بهش دادن که بره مکه در مسجد الحرام اینها را بر مشرکین بخواند. ابوبکر را افتاد، جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، این آیات را یا باید خودت بر مشرکین بخونی یا کسی که به منزله جان تو، نفس تو و خود تو، یا خودت یا یکی مثل خودت. مسلمان ها یا عادی رو نمیتونی بفرستی. پیغمبر امیر المؤمنین علی علیه السلام را مأمور کردن به سرعت خودشو به ابوبکر برساند، او را از میانه راه برگردونه، آیات را از ابوبکر بگیره، خود امیرالمؤمنین برن این آیات را بر مشرکین در مکه بخوانند. و امیرالمؤمنین این کار را کرد. در این خطبه حضرت به سلمان و در این روایت حضرت به سلمان و ابوذر می‌فرمایند کسی که لیاقت نداشت چند آیه قرآن را بر مشرکین بخواند، لیاقت همین ظرفیت، همین مقدار جانشینی پیغمبر را نداشت، چگونه میتواند لایق مقام امامت پس از پیغمبر باشد؟ یا سلمان و یا ابوذر، فانا و رسول الله صلی الله علیه و آله کنا نورا واحدا، من و پیغمبر یک حقیقتیم، یک نور واحدیم، نور اللهیم. صار رسول الله المحمد المصطفى اللهم صل على محمد
از این نور پیغمبر شد محمد مصطفی و سرت و انا وصیه المرتضی، من شدم وصی او علی مرتضی. صار محمد الناطق و سرت و انا الصامت، پیغمبر اون قرآن ناطق است، اون وجود ناطقه که باید از طرف خدا سخن بگوید و من صامتم. و انه لابد فی کل عصر من الاعصار ان یکون فیه ناطق و صامت، در هر روزگاری باید یک ناطق باشد، یک صامت، که پس از ناطق اون صامت جای او را بگیرد. یا سلمان، صار محمدون المنذر، خاتم انبیا محمد شد انذار دهنده، و سرت و انل هادی، من هدایتگر شدم. و ذالک قوله عز و جل انما انت منذرون و لکل قوم هاد. خدا در قرآن می فرماید پیامبر تو انذار دهنده ای و برای هر قومی یک هدایتگری از طرف پروردگار هست. فرسول الله صلی الله علیه و آله المنذر و انا الهاد، پیامبر اون انذار دهنده است، من اون هادی الهی هستم. الله یعلم ما تحمل کل انسا، کل انسا و ما تقیز الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال. خدا می داند درون شکم همه حامله ها چیست، در شکم حیوانات، انسان ها، جن و انس، در درونشون حملشون چی، و اینکه کی اضافه دارد، چی کم می شود، چی اضافه می شود، و همه چیز اندازه اش و مقدارش نزد اوست. او عالم به غیب و شهود است، او بزرگ بلند مرتبه بی نهایت بلند مرتبه است. سواء منکم من اسر القول و من جهر. میخواین یواش حرف بزنین، میخواین بلند حرف بزنین، میخواین داد بزنین، میخواین در گوشی حرف بزنین، میخواین زیر لبی حرف بزنین، خدا میشنود. و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. خداست که پیگیری میکنه همه امور را و پیجویی میکند همه معانی و همه امور الهی را. سوره رعد، سوره هشتم، آیه 11. بعد امیر المؤمنین فرمود، یه دستی به دست دیگه زد اینجوری، فرمود و قال صار محمدون صاحب الجام و سرت و انا صاحب النش. پیامبر صاحب جمع است که همه نظام عالم به دست او جمع میشه، قیامت به دست او جمع میشن همه، و من صاحب نش، او جمع میکند، من پهن میکنم. او سفره را جمع میکنه، من پهن میکنم. و صار محمد صاحب الجنه و سرت و انا صاحب النار،
پیامبر اختیاردار بهشته، منم اختیار جهنمو دارم. پیغمبر صاحب بهشته، من صاحب جهنمم. اقول لها خذی هازا و ذری هازا. منم که به جهنم میگم اینو بگیر اینو ولش کن، اینو بگیر اینو ولش کن. و سار محمدون صاحب الرجفه و سر تو انا صاحب الحده. پیغمبر صاحب رجفه است، زلزله، و من صاحب اون تکان دادنهای شدیدم. و انا صاحب اللوح المحفوظ، صاحب لوح محفوظ که همه مقدرات عالم و همه نظام هستی و تبیان کل شی در اون لوح محفوظ است. یعنی اون کتابی که فناوری ایجاد هر چیزی در اون کتاب قلب منه. من صاحب لوح محفوظم. لوح محفوظ اون کتابی است که فناوری ایجاد کل شی فیه، تبیان و کل شی. تبیان یعنی چی؟ الان شما میگین فناوری هستی، بلد باشی بمب اتم رو درست کنی، بلد باشی اتم رو بشکافی. حالا اتم چی رو میشکافی؟ فعلا اتم هیدروژن رو. فقط اتم آب رو چجور میشکنن؟ فعلا اتم اورانیوم رو. فقط اتم آب رو اگه بشکنن، اتم اکسیژن رو اگر بشکنن، اتم عناصر دیگه مثل اتم مولکول آهن را یا اتم آهن را بشکنن، میدونی چی میشه؟ اتم طلا رو اگه بشکنن چی میشه؟ شما قرآن میگه لبجتمعت الجن والانس علی ان یخلقوا ذبابا. جن و انس جمع بشن با هم دیگه بخوان یه مگس درست کنن. فناوری ایجاد مگس رو ما بلد نیستیم. قرآن میگه جن و انس با هم جمع بشن نمیتونن بسازنش، بلد نیستن. یه مگس درست، همین بشری که هواپیما میسازه، هزار تا مسافر توش جا میگیره، یه مگس، یه مورچه، یه پشه نمیتونه بسازه. در سینه من که لوح محفوظ است، فناوری ایجاد جبرئیل تا کیهان تا کهکشان تا سماوات سب و ارزین سب نزد من. اگه الان انیشتن برای شما یه خورشید کوچولو میساخت این وسط حسینیه، خورشید رو میذاشت این وسط بمونه، دورش هم منظومه شمسی رو درست میکرد که دور این خورشید بچرخن، شما میگفتین این شرکه؟ میگفتین این علمه؟ فلان دانشمند، فلان فیزیکدان، فلان اخترشناس تونسته یه خورشید کوچولو بسازه که جاذبه داشته باشه، کرات دورش بچرخه، ولو در یک حد کوچک. غیر اینه میگفتین این علمه؟ یه خورشید یه لامپی درست میکرد که جاذبه داشته باشه، بعد یک حرکت دورانی دورش با نیروی گریز از مرکز اندازه ی اون جاذبه که اینا رو در مدار خاص خودش قرار بده. شما میگفتین این مشرکه؟ یا میگفتین این علم پیشرفت کرده؟ جوونا امیر المؤمنین میتواند کیهانها درست کنه، کهکشانها درست کنه، و این علم نشر. یادتون باشه این عظمت علمی علیه، این معنای مقام لوح محفوظه. و انا صاحب اللوح المحفوظ، من از خودم یاد ندارم،
الهمنی الله تبارک و تعالی علم ما فی، خدا علم این ایجاد عالم فناوری ساخت جهان رو به من الهام کرده. همه معلمینی دارن، معلم من خود خداوند. امام زمان این معلمش خود خداست، اونم آنلاین، اونم لحظه به لحظه، اونم در خواب و بیداری، دائما خدا تعلیم میکنه. چیو؟ تبیان کل شی، همو ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ دانی، شما اگر جمع بشین همتون یه گندم درست کنید که بروید و این یک رویشش جوری باشه که 100 تا دونه بشه، یک دانه بشه 100 دانه، حداقل خوشه گندم باید 70 تا دونه باشه که بسرفه، هزینش در بیاد، یه دونه بشه 70 تا، دیگه کم کم باید 40 تا بشه خوشه گندم، باید 40 تا ببنده تا هزینه هاش در بیاد. اگه بخواد سود داشته باشه باید 70 تا بشه، اگر بخواد خیلی زیاد باشه باید حداقل 100 بالای 100 بشه، یک دانه بشه 100 دانه تا خوب سود کنه، برکت اون موقع. خب ای که یاد بدی به این دانه گندم رو بتونی روحش رو درش بدم، این یه روح رو میخواد. امیرالمومنین میفهمد من بلدم چجوری بهش روح بدم. خدا در قرآن میگه عیسی روح میداد به پرنده ای که از گل درست میکرد، جان میداد. ببینید هواپیمایی که 1000 تا مسافر میگیره جان ندارد، یه خلبان جاندار باید بشینه پشت ای تا هدایتش کنه. بدون جان خودش نمیتونه پرواز کنه. میگید آقا با کنترل از راه دور الان میپرونن، بازم یه آدم جاندار باید پشت این دستگاه پایین رو زمین بشینه از این پایین هدایت، دیگه او فرق نمیکنه او بالا باشه یا پایین، یک جاندار باید هدایتش کنه. مگس خلبان لازم نداره، پشه خودش میپره. فناوری ایجاد روح استقلالی به اضافه بدن هر موجودی متناسب با اون روح، چه در گیاهان، چه در حیوانات، چه در ملائکه، چه در اجنه، فناوری القاء روح دست ماست. چرا؟ چون ما خودمون اون روح اعظمی هستیم که خدا می فرماید و نفخت و فیه من روحی. اون روح منسوب به خدا که خدا به هر جانداری روح میده از اون روح میده، که اون روح منسوب به خداست و مخلوق اول و صادر اول ذات احدیته، اون روح روح امام زمان. سلمان، ابو ذر، سرت و انا صاحب و امر نبی، من صاحب امر پیغمبرم. امر پیغمبر یعنی چی؟ من صاحب امر پیغمبرم، توضیح میده امیرالمومنین. قال الله عز و جل یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. روح امر چیه که من صاحب امرم؟ امر مبدأ ایجاد روح است.
و روحن من امرنا. امر بالاتر از روحه، امر علت و مبدع ایجاد روح است. من صاحب امر پیغمبرم. یعنی چی؟ حضرت توضیح ده، قال الله عز و جل یلقی روح من امرهی علا من یشاء من عباده، خدا روح را از امرش به هر بنده ای از بندگانش، به هر مخلوقی از خلائقش بخواهد القا کند، بیفکند، می افکند. اساس کار دست اون امره، اون امری که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون امری که یلق روح من امرهی علی من یشاء من عباده، صاحب الامرم من، امام زمانیه صاحب اون امر، خدا اون امر را دست من داده. از این امر روح پدید میاد، از این روح جان به هر جانداری در این عالم داد، از جبرئیل بگی تا یه پشه، تا یه مگس. و هو روح الله لا یعطیه ولا یلقی هذا الروح الا علی ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. این امری که روح از او به وجود میاد میشه روح الله. تازه باز از این روح الله یه پرتو کوچکی به تو داده میشه، یه پرتوی به زید، یکی به امر، یکی به این عالم، یکی به حیوانات، یکی به جنگلها، یکی به گیاهان، یکی به حشرات، یکی به ملائکه، پرتوی به اجنه، پرتوی به انسانها. از این روح اعظم الهی مثل کارخونه برق که از این کارخونه که برق تولید میشه، یه ذره برق به خونه شما، یه ذره برق به اون کارخونه، یه ذره برق به اون خانه، تا همه خانه ها برق دار میشه، انرژی دار میشه. خدا امام زمان را قرار داده مرکز امر و این امر روح تولید میکنه. روح مثل برق، وقت یه ذره به این میدن، یه ذره به اون میدن، از جبرئیل بگیر به این برق امام زمان داره زندگی میکنه. اگه یه لحظه امام زمان خاموشش کنه، از جبرئیل خاموش میشه، تعطیل میشه تا پشه. از خورشید و منظومه های شمسی و کیهان ها و کهکشان یه دفعه همه وای میستن، همه دارن میچرخن، به این روح میچرخن. تا اون آقا تعطیل کنه همه خاموش میشن. از الشمس و کورت و از النجوم کدرت و از الجبال و سیرت. اون روح که در بدن شما، نظم بدن شما سر جاشه، عقل، مغز، عضلات، دست، پا، چشم، گوش، هر کدوم درست منظم کار میکنه، یه ذره اینا جا به جا بشه همش نظمش به هم میریزه، هیچی، همه جا درد میگیره و میفتی و چشات از یه جا میزنه بیرون، گوشت یه جور میزنه، قلبت یه جور وای میسته، کبد یه جور از کار میفته، کلیه یه جور از که بلند بگو لا اله الا الله دیگه به درد نمیخوره. حالا همین برق تو منظومه شمسی اگه خاموشش کنن، از شمس و کفره و از النجوم کدرت و از الجبال سیرت، کار جوری میشه که القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. ای برق عالم که قطع بشه، ای کرات شروع میکنن به همدیگه کوبیدن.
چنان از این نظم خارج میشن، به هم دیگه کوبیده میشون که کوها مثل پشم زده میشون، انسانها مثل فرش فرش شده، کل فراش المبسوس و تکون الجبال کل اهن المنفوش. کوه مثل پشم زده شده میشه. و برق نباشه چرا این عالم باید امام زمان داشته باشه؟ چرا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها؟ چرا؟ برای اینکه جان عالمه، جان هستیان. و این روح اعظم به اون مقام عظمت کلیش جز به ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمنی که قلبش بر ایمان امتحان شده باشه نمیدن اینو. و به این روح هست، به این روح هست. فمن اعطاه الله هذا الروح، خدا این روح رو به هر کسی که بده، فقط ابانه من الناس، از میان مردم ممتازش کرده. این فرق میکنه، من کجا، امام زمان کجا، من کجا، حضرت عیسی ابن مریم کجا. ما خودمون رو نمیتونیم جمع کنیم، دماغمون رو نمیتونیم پاک کنیم. الان دماغ من در بیاد دستمال کاغذی نداشته باشه، ما آبرو میره. خودم رو نمیتونم جمع و جور کنم. ما کجا، اونا کجا؟ کسی که به یک اشارهش همه افلاک، عرش تا فرش تحت مدیریتشن. فمن اعطاه الله هذا الروح، فقط ابانه من الناس و فوز الیه القدره، کسی که این روح رو بهش بدن تمام قدرتش رو خدا بهش داده. حالا تمام که معنا نداره، یعنی تمام اون قدرتی که خدا خلق کرده از قدرت ذاتیش به این صاحب روح داده. و فوز الیه القدره، و کسی که بهش قدرت بدن میتونه احیا الموتا، مرده رو یک جا زنده کنه، نه یه مرده دوتا مرده. به یک اشاره امام زمان میتواند از آدم اول که خدا 1,000,000 آدم ابوالبشر آفریده و در 1,000,000 عالم زندگی کردن و از هر نسلی در دورهای معمولا 10,000 سال زندگی ها داشتن، همه رو به یک اشاره امام زمان میتواند زنده کند. تو موندی که آیا امام زمان بری 40 شب چهارشنبه مسجد جمکران یا مسجد سهله یا 40 شب جمعه حرم امام حسین یا 40 شب جمعه حرم علی ابن موسی رضا موندی که آیا امام زمان میتونه کارت حل کنه یا نمیتونه؟ های گو خب ما که میریم چرا نمیکنه پس؟ همه حرف تو همینجاست. چرا نمیدنش؟ شما قصه اینایی که صاحب یک مقامات و عنایاتی بهشون میشه همشون نمیخونی. قصه اینا رو همون تیکه آخرش همیشه میخونی، همون قسمتی که رفتن گرفتن رو میخونین، دیگه قبلش ای چه کارا کرده اینا نمیخونی. ببینین یه وقت هست من تو زندگیم اصلا محبت به زن و بچه‌م ندارم، هیچ، همیشه ظلم کردم، همیشه ستم. دیروز برای من نوشته همسر من رفته زیر تریلی فوت شده و من نفرینش کردم، گفتم الهی بری زیر خاک، از خونه رفت بیرون تریلی بهش زد مرد. اینقدر به زن و بچه‌ت ظلم بکنی
که در خانه خدا آه بکشن، ناله بزن. این مال دیروزه میگم ها، اسمسش هنوز تو موبایلم موجوده، پیامکش. یه عمری ظلم، یه عمری مال مردم میخوری، یه عمری ظلم به یتیم هست، ظلم به همسایه هست، ظلم به شاگرد. اگه معلم ظلم به شاگرداش میکنه، وقت شاگردا، عمر شاگردا رو میدونی یه معلم ضایع کنه به اینا، اونم عمر تو دوران کودکی را یک معلم ضایع بکنه، میدونی پدرش چجور در میاره؟ چون او دوره رو که نمیشه دوباره برگردون، او دوره مثل ضبط آماده است، همه کمال، همه آموزش مال اون دوره شه. حالا یک معلم خائن این عمر این بچه ها رو ضایع کنه، میشه ظلم. یک پدر خائنی عمر بچه هاشو، عمر همسر جوانشو ضایع بکنه. اینجوری حساب نکنین که فقط ویلین هر کار دلتون میخواد بکنین، بعدم انتظار داشته باشین تا قولنج بی در آوردین یا یه قده سرطانی در آوردین رفتین حرم امام رضا. بلا فاصله امام رضا باید، اونم یه باید کنارش میذاری، مکه آمدم چرا جوابمو ندادن؟ مرده شورت ببرن با او لهجت، با او رفتنت، با او گفتنت، با او توسل. تو یه عمر پدر مردم رو در آوردی، پدر زن و بچه خودت در آوردی، حالا انتظار داری تا سرطان گرفتی، تا رفتی حرم امام رضا برات احترامات قائل بشن، با تشریفات محلت بذارن؟ قصه زندگی آدمایی که میرن حرم امام رضا تا میگن میگیرن و همشو با هم بخونین. شیخ انصاری در طول عمرش نماز شبش قضا نشد، چه برسه به نماز صبحش. ماهی یک دینار حقوق طلبگیش بود، یک بار جنوب شده بود، محتلم شده بود تو حجره مدرسه، سحر دو ساعت به اذان رفت حمام که غسل بکنه، زمستون بود، حمامی هنوز در حموم وا نکرده بود، گفت برو یه ساعت دیگه بیا، گفت من یه ساعت دیگه با خدا کار دارم، آمدم غسل کنم که برم نماز شبم، گفت الان نمی کنم، گفت حاضرم تمام یک دین. اون موقع مثلا یک فلوس می گرفتن، یک دینار 100 فلوسه، یه فلوس می گرفتن می رفتن حموم. شیخ انصاری انقدر برا نماز شبش ارزش قائل بود که تمام یک دینار حقوق یک ماهشو داد به حمامی که در حموم وا کنه بره غسلشو بکنه، یک نماز شبش از دست نره. اینا رو که ما نگاه نکردیم. بعد میگه مگه شیخ انصاری کی بوده، چه کاره بوده که تا میگفته یا صاحب الزمان حضرت جوابشو میدادن؟ همشو با هم بخون. تو هواپیما میامدم یه مجله‌ای رو دادن دستمون، مشهد که می آمدم تهران بیام، مال آستان قدس رضوی بود، داستان شفای یک زن جوان فلج رو که شوهرش واسطه شده بود در خانه علی ابن موسی رضا نوشته بود. اون وقت این شوهر چیکار کرده بود؟ یه وقت هست من و شمایم، زنت مریض، مادرت مریض، حاضر نیستی ببریش دکتر، بچه خود چند روز دندونش آبسه داره، نمیبریش دکتر، بی خیالی، بی قیدی. این آقا زنش وقتی فلج شده بود در یک تصادفی یا در یه حادثه ای، از کمر به پایین با دو تا بچه کوچک، زن جوانش فلج شده بود 19-20 ساله، تمام زندگیشو برای مداوای همسرش گذاشته بود. اول هر چه پسنداز داشت خرج زنش کرد، خوب نشد. ماشینشو فروخت خرج زنش کرد، خوب نشد. موتور و دوچرخش فروخت خرج زنش کرد، خوب نشد.
مغازش فرو خرج زنش کرد، خوب نشد، گفت میبرمت خارج. خود خونش رو فروخ، گفت میبرمت خارج مداوات میکنم. خونه رم فروخ، یه خونه اجاره ای گرفت، گفت خدا بزرگ زنم خوب بشه. خونه رم فروخ خرج زنش کرد، خوب نشد، به جوری که این زن دیگه خجالت میکشید بشه، میدید هیچی براش نمونده، خودش از هستی ساقط کرد. برای ای آخرش هم خوب نشد. یه روز آمد خونه، به زنش گفت یه دکتر تازه پیدا کردم، میخوام ببرم اون دکتر، من شنیدم مریضای مثل تو رو معالجه کرده، خیلی ها رو خوب معالجه کرده، اصلا پا شدن راه افتادن، دیگه کارای خونه و کار بچه هاشون خودشون میکنن. زنه گریه کرد، گفت دیگه راضی نیستم، یه قرون خرج من بکن، تو همه چی تو دادی. ببین فرق میکنه کیو جواب میدن کیو جواب نمیدن. اینا به صفات آدم ها کار دارن. امام زمان نگاه میکنه تو صاحب چه صفتی. اگه کنسی، اگه بخیلی، اگه حسودی، اگه تنگ نظری، اگر بدبخت و کوته بین و بخیل و مسائل صفات رذیل بیچارت کرده، اعتنا معلومه بهت نکنن. اگه حاضر نیستی هیچی تو نمیگم آقا خمسته بده زکاتت نمیدی، نمیگم سهم سادات و فقرا رو داری میخوری، همه ی حرف من اینه که خرج زنه بچه خودت هم نمی کنی. خرج زن و بچه خودت هم نمی کنی. صفت تا این حد رذیله است. فقط بلدی جمع کنی بالا هم دیگه تو حسابات بانکای یهودی. همه ی بانکدارا معمولا یهودی هن. دست یهودی ها حاضر اموالت باشه، یک قرون برای رفاه زن و بچه خودت خرج نمی کنی. یا اگه مریض شده مادرت پدرت خرجشون نمیکنه، وقت انتظار داری تا گفتی یا صاحب از زمان توی گرفتاری جوابت بدن. اینا ببین نگاه میکنم نه تو عمرت چقدر صفت داری، چقدر مردونگی داشتی، چقدر فتوت داشتی، چقدر عبودیت داشتی، چقدر تسلیم بودی. ما به چی میتونیم به امام زمان نزدیک بشیم؟ به صفات. صاحبان صفات اخلاقی. آقا سه تا هم قسم شدن، سه تا مثل رستم بودن، هر کدوم با هزار سوار برابری داشتن، هم قسم شدن با هم بیان پیغمبر رو بکشن. پیغمبر امیرالمومنین رو به فرمان جبرئیل فرستاد به مصاف اینا. وقتی به مصاف اینا فرستادشون، امیرالمومنین یکیشون رو سر برید، دو تاشون هم اسیر کرد. یعنی اونا خودشون گفتن ما رو نکش، ببر مدینه ببینیم حبیبت دوستت رسول خدا با ما چه میکنه. دو تایشون رو اسیر کرد آورد مدینه، پیغمبر اسلام رو بهشون عرضه کرد، گفتن ما نمیپذیریم. اولی گفت من رو زود بکشین، من نمیخوام بعد رفیقم زنده بمونم. فرمود یا علی گردنش رو بزن، خودش میخواد بمیره، گردنشو زد. سومی رو وقتی امیرالمؤمنین خواست گردنشو بزنه، گفت برداشتن کوه ابو قبیس برا من آسون تر از اشهد ان لا اله الا الله گفتن و شهادت به نبوت تو. فرمود یا علی گردنشو. تا خواست گردنشو بزنه جبرئیل نازل شد، یا رسول الله دست نگه دارید، بگید علی دست نگه داره. این صاحب صفات، ای دست و دلباز، ای تو قبیله خودش شجاعه، ای تو قبیله خودش اگه یکی از گرسنگی شب غذا گرسنه باشه خواب نداشته باشه، این نمیخوابه. ای تمام قبیلهشو به بهترین وجه رسیدگی میکنه، ای خیلی جوان مرده، ای شجاعه، ای دست و دلوازه، ای همه زندگیشو برای مردم خودش میذاره. خدا میفهمد اینو نکشین. پیغمبر فرمودن علی جان آزادش کن.
گفت چرا منو آزاد میکنین؟ چرا او دوتا رو کشتین؟ منو آزاد میکنین. پیغمبر فرمودن الان خدای من خبر داده به من توسط جبرئیل فرشته و که تو صاحب صفاتی، او دوتا خبیث و نفس بودن، اونا صفت نداشتن، مرد نبودن، بخیل بودن، شجاع بودن، گردن کلوف بودن، قوی بودن، با هزار تا سوار برابر بودن، اما نامرد بودن. تو مردی، تو دست و دلبازی، خدا دوست نداره تو بمیری. گفت جدی میگی؟ خدای تو به تو گفته منو نکشی؟ خدای تو به تو خبر داده من فتوت دارم، من جوان مردی دارم؟ اگه خدای تو اینه قبولش دارم، اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. مرد برای زنش باید صفت داشته باشه. تا خدا وقتی رفت حرم امام رضا، امام رضا جلو پاش بلند میشه، بلکه وقتی میری کربلا اونا امام حسین صاحب صفات بوده. جوونا قمر بنی هاشم نمیدونین صاحب چه صفات و جوان مردی ها بود. یکی که صاحب صفته وقتی پاش میرسه دم در حرم قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم تا دم در به استقبالش میاد، با این که دست نداره بغلش میگیره، او رو میبوسه. اینا دنبال انسان هاین که انسان باشن. خیلی ها حیوانن، لباسشون لباس انسانیته، در قیافه انسان ولی حیوان وحشی هن. ای که چرا ما رفتیم گفتیم بهمون ندادن، میخوام رموزشو بگم. یک شوهر، خیلی ها تا زنشون مریض میشن میرن یه زن دیگه میگیرن، تا زنش یک کارش میشه زود ولش میکنه، طلاقش میده، میگه یه از اول بوده به من نگفته، پنهونکاری کردن. تا زنش مثلا بیماری عصبی پیدا میکنه، یه از اول دیوانه بوده به ما نگفته. اینا مردانگی نیست، اینا صفت نیست. این آقا وقتی اومد خونه گفت یه دکتر دیگه پیدا کردم میخوام ببرمت، زنه از خجالت و شرمندی گفت دیگه راضی نیستم، یک قرون خرج من بکنی، اصلا راضی نیستم، نمیذارم، نمیام هیچ دکتری، بی خود نکن، بی خود خرج نکن، میخوای قرض کنی؟ گفت رفتم نوبتم گرفتم، بلیتشم گرفتم، اینهاش این بلیتشه، بلیت مشهد رو بهش نشون داد. گفت ای آقا این دکتری که پیدا کردم علی ابن موسر رضاست، میخوام ببرمت حرم امام رضا. چش اسم حضرت رضا را که برد خانمش گریه کرد، اشک ریخت، بچه ها هم گریه کردن. به زحمت خانمش را آورد مشهد، آورد پشت پنجره فولاد، گفت اینجا جاییه که امام رضا خیلی آمدن مریضا رو شفا دادن، اینجا سابقه داره که از رضا تشریف میارن، حضور پیدا میکن، خیلی مریضا، من تو رو میذارم اینجا، خودم میرم کنار ذریحش باش درد دل کنم، بگم آقا من هر چی داشتم خرجی زنم کردم، هر چه مردانگی بوده عمل کردم، دیگه الان ناتوانم، به سوی شما آمدم، پناه به شما آوردم، حالا نوبت شماست مردونگی بکنی. تو مجله آسان قدس رضوی نوشته بود این زن میگه تا شوهرم با بچه ها رفتن تو حرم، منو اونجا تنها گذاشتن، هوا گرم بود، من تشنم شد، آتش شدیدم گرفت، نگاه میکردم به سقاخونه امام رضا، مردم هی میرفتن پیاله پیاله آب میآوردن میخوردن، هی دلم میخواست یکی یه پیاله آب برای من بیاره. یه وقتم یه جوان بلند بالا دم سقاخونه ایستاده، قد بلندی داشت، لباس عربی تنش بود، یه پیاله آب دستش گرفته به من نگاه میکنه، از همون دم سقاخونه اشاره کرد آب میخوای؟
برات آب بیارم؟ صداش رو شنیدم. گفتم بله آقا. دم طرف من راه افتاد، آمد بالا سر من ایستاد، فرمود پاشو برات آب آوردم بخور. گفتم آقا من فلجم، چند سال نمیتونم بلند شم. فرمود تا پا نشی خودت اینو از دستم نگیری بد نمیدم. گفتم آقا فلجم، تشنم، بهم آبو بدین. فرمودن خودت باید پاشی. بعد یه مرتبه فرمود پاشو، میتونی پاشی. تا گفت پاشو من دیدم رو دوتا پای خودم ایستادم، ظرف آب به من داد، شروع کردم نوشیدن. تا خواستم پیالهشو بهش برگردونم دیدم نیست، دیدم رو پای خودم ایستاده. اون وقت ترسیدم، جیغ زدم، فریاد کشیدم. مریضای اطراف من که دیده بودن شوهرم منو با چه زحمتی آورده اینجا، فهمیدن. ولوله ای شد. اون موقعی که شوهرش از حرم آمده بود بیرون، دست بچه های کوچکش، دوتا دخترش تو دستش بود، دیدن زنش رو پای خودش ایستاده، مأمورین حرم دورشن، اشک میریخ، میگفت دیدی گفتم این دکتر مریضایی مثل تو رو معالجه میکنه. این آقا روح دستشه، یلق روح من امره، دستشه. ولی به حیوانات چرا؟ حیوان صاحب صفت باشه. ببین اون آهویی که آمد از حضرت رضا خواست آقا جان ضمانت منو بکن، من بر میگردم، فقط برم بچم رو شیر بدم و بیام، بچم گرسنه است. حضرت ضامن کی شدن؟ ضامن کدوم آهو؟ آهویی که اونقدر مرد بود که به حرف خودش عمل کن. به صیاد گفتن من ضمانت شوم، پولش الان نقد میذارم اینجا، میخوای چنی آهو رو بفروشی؟ شکار کردی بری بفروشی، پولش نقد اینجا، ضامنم من. ای بر میگرده. رفت و بعد ساعتی که بچهشو شیر داده بود برگشت. تا آهو چشش، تا صیاد چشش افتاد که آهوی وحشی بیابون با چه عجله‌ای داره میدوه که خودشو برسونه که به عهدش، صاحب صفات، صاحب صفت، یلق روح. چرا امام زمان به بعضی ها محل نمیده؟ چون ما واقعا پستی، واقعا نامردی، واقعا بی صفتیم. و احی الموتا، به این روح مرده را زنده می کند امام زمان. و علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الى یوم القیامه. به این روح هست که عالم به آن چه بوده و آن چه هست و آن چه خواهد بود تا روز قیامت است. محیط بر همه است، گذشته و آینده، ماورای زمان است امام زمان. زمان در اختیار اوست، مکان در چنگ اوست، کرات به فرمان اوست. او زمان رو تولید می کند، او در زمان واقع نمیشه. او محدود به مکان نمی ماند، مقید به مکان نمی شود. بعد فرمود و سار من المشرق الى المغرب و من المغرب الى المشرق فی لحظت عین و علم ما فی الزمائر و القلوب. در یک لحظه کسی که صاحب این روحه، امام زمان که واجد این روحه، در یک لحظه از مشرق به مغرب می رود، در یک چشم به هم زدنی. به این روح هست که علم ما فی الزمائر و القلوب، هرچی تو دلت هست امام زمان میدون. آمد در خانه امام صادق، یه دخترکی، دختر 14-15 ساله، کنیزی بود، در واکه
این دستشو گذاشت رو پستان کنیز امام صادق. بعضی هم چه آدمایی بودن از اصحاب امام صادقه، دست گذاشت رو سینه کنیز امام صادق. حضرت تا این دستشو گذاشت از تو حجره داد زدن ادخل لا ام ملک، بی مادر وارد شد. آمد تو گفت آقا جان به خدا قصد شهوت نداشتم، میخواستم شما رو امتحان کنم ببینم شما میبینین کارای ما رو یا نه. حضرت فهمدن راست میگی، ما قلب تو رو میدونیم، درست میگی، و الا پدرت در می آوردم. فقط خواستم چون میدونیم که میخواستی بدانی ما راست میگیم، خواستی کسب معرفت کنی به این عمل، خواستی ما را امتحان کنی و بدانی آیا ما خبر داریم از حرکات و سکنات و اعمال و رفتار و چشم و گوش و زبان و قلب شما. چون قصدت ای بوده میبخشمت، ولی دوباره تکرار نکنی این کار رو، ولو برای همین تحصیل علم این کار رو نباید تکرار کنی. و علم ما فی الضمائر والقلوب و علم ما فی السماوات والارض، به این روح هست که آنچه در آسمان ها و زمین ها هست امام زمان می داند. هر چه در آسمان ها اتفاق می افته، آخه شوخی نیست. هر چی من مثال بزنم براتون، این مطلب هر چی تو آسمان ها و زمین ها هست، شما الان میدونید تو جنگلای موجود همین دورور شهر عادلا چند تا توتی ها، میدونین چند تا کانگورو هست، میدونین چند تا توتی هستن یا چند تا پرنده هستن که تو لانه هاشون چند تا تخم دارن، خبر دارین؟ امام زمان دونه دونه اینا رو میدونه که این مورچه، این مورچه ماده چند تا دونه تخم گذاشته، او چند تا از این تخمایی که باز میشن مورچه میشن نرن چند تاشون ماده. یه وقتایی ما میریم یه ریاضتایی میکشیم یه چیزای یاد میگیریم، خب چقدر یاد میگیریم؟ چی یاد میگیریم؟ مرتازی در مکه، اصول کافی، مرحوم کلینی، کتاب الحجه، باب و احوالات موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، این حدیث رو روایت کرد. مرتازی در مکه آمده بود حج، در فصل حج این ماف الزمائر رو میگفت، هر کی در دل هر چه پنهان داشت ای خبر میداد. تو چی داری؟ تو تصمیمت چیه؟ تو دیشب چی فکر کردی؟ الان چه تصمیمی داری؟ الان سوالی که میخوای بپرسی چیه؟ همه رو میگفت و همه رو دقیق میگفت. آقا توی حاجیا پیچیده بود، مسلمونا دسته دسته میرفتن دیدن این مرتاز، او سوالاشون رو میکردن او جواب میداد. حضرت موسی بن جعفر به یکی از اصحابشون فرمودن بیا به دیدن این مرد بریم ببینیم این چه کاره است، چی داره. تو را که می آمدن بهش فرمودن یه چیزی تو ذهنت بگیر، یه تصمیمی، یه فکری، ببینیم آیا میتونه اون ذهن تو رو بخونه یا نه. وقتی رسیدن پیشش، این صحابی موسی بن جعفر رفت جلو گفت تو دلم چی نیت کردم، نیت دارم، نیت منو بگو. صاف نیتشو گذاشت کف دستش، گفت تو تسلیمت اینه اینه اینه. رو کرد به حضرت موسی گفت آقا جان راست میگه به خدا، دقیق نیت منو گفت. حضرت موسی بن جعفر بهش فرمودن حالا بگو من چه نیتی دارم، دل من چه. جوانا خیلی سخت آدم نیت دل امام زمانشو بخواد بفهم،
یه وقت نیت دل زنته میفهمی، یه وقت نیت دل نوته میفهمی، یه وقت نیت دل بچته میفهمی، یه وقت نیت دل رفیقته میفهمی، یه وقت میخوای بینی تو دل امام زمان چه خبره. موسی بن جعفر امام زمانشه. یه فکری کرد و گفت آقا شما نیتتون اینه که الان در عالم طبیعت رو جنگلا تو درختای عالم چه اتفاقی افتاد؟ همین الان. حضرت فرمودن درست میگی، نیت من همین بود. خب بگو چه اتفاقی افتاد. یک نگاهی کرد به اطراف، به شرق و غرب و شمال و جنوب، گفت تمام جنگلای جهان را، کره زمین را سیر کردم، تمام درختا رو دونه دونه نگاه کردم، تو فلان جنگل هندوستان روی فلان درخت در فلان شهر در فلان محله روی اون درخت لانه یک مرغی است. اون مرغ 3 تخم داشت، یکیش نیست. حضرت موسی بن جعفر دستشون رو باز کردن، اون تخم کف دست موسی بن جعفر بود. ببینید یه وقت اطلاعه، میگه آقا ما با ماهواره نگاه میکنیم، از او بالا همه جا رو میبینیم، میاریم زوم میکنیم، میگه با ماهواره هم بخوای زمین جنگلا رو بگردی، حالا کار داره تا بخوای پیدا کنی تو تک تک این خیابونا، تو تک تک این خونه ها، تو تک ما ماهواره تو قار رو نمیبینه، تو خانه ها رو نمیبینه، نمیتونی به این سرعت. وقتی دید اون تخم اون مرغ کف دست موسی بن جعفر افتاد به پاهای موسی بن جعفر، خواست پاهای حضرت رو ببوسه، گفت تو کی هستی؟ من فقط میتونم بدونم تو تصرف میکنی، تخم رو برداشتی کف دستته. حضرت فرمودن حالا نگاه کن، جلو چشش از همون مکه تخم اون کبوتر را تو لانش گذاشته. ها جواج و متحیر، شما کی هستی؟ فرمود انا موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن رسول الله صلی الله علیه و آله. خیلی تواضع. حضرت فرمودن مسلمان شو، اسلام رو بهش عرضه کردن، خدا یکیه، لا اله الا الله رو براش معنا کردن، نبوت خاتم الانبیا رو براش توضیح که من پسر این پیغمبرم که این قدرت رو دارم، روح از اون پیغمبر به ما رسیده که قدرت تصرف در نقطه نقطه عالم داریم در لحظه. گفت آقا نمیتونم اسلامو قبول کنم. فرمود تو از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت از مبارزه با نفس اماره. فرمود اسلام رو به نفست عرضه کن، نفس دوست داره اسلام رو یا دوست نداره؟ گفت دوست نداره. فرمودن مگه مبنات این نیست با نفست مبارزه کنی؟ خب با نفست مبارزه کن. یه فکری کرد و گفت درست میگید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پاسخ دوم برای اینکه چرا گای ما میریم یه چیزی میخوایم بهمون نمیدن اینجاست. گذشت، این آقا شد مسلمان، آمد مدینه، جز و اصحاب موسی بن جعفر، هندی مرتاز، شد از اصحاب موسی بن جعفر. یه روز یکی بهش گفت نیت دارم، نیت منو بگو. هر چی فکر کردید نمیتونه بگه. یکی دیگه گفت نمیتونه بگه. آمد پیش موسی بن جعفر گفت آقا جان، من قبل از اینکه مسلمون بشم هر کی هر نیتی میکرد میتونستم نیتشو بخونم، الان نمیتونم.
حضرت فرمودن اون موقع تو کافر بودی، لیاقت ورود به بهشت نداشتی، زحمت و ریاضت هم زیاد کشیده بودی که به این مقام برسی، خدا مزد تو همین دنیا به داده بود، چون ان الله لا یضیع اجر العاملین، زحمت کشیدی، مبارزه با نفس کردی، مزد تو همین دنیا به دادن، همون مقامی بود که داشتی به داده بود. از وقتی مسلمان شدی خدا اون مزد زحمات تو ذخیره کرد برای قیامتت، برای آخرتت. چون مزد که توی دنیا بدن فانی میشه، تا بمیری دیگه از بین میره، اما حالا که ذخیره کردن برای آخرتت، ماندگار شد جاوید و ابدی، یک زحمتی کشیدی مزد ابدی به دادن. اگر میخوای برگردی، گفت نه آقا جان، بذارین برای آخرتم بمونه، میخوام با اون زحماتم آیندم تأمین بشه، این دنیا از بین میره، میمیرم. گاهی وقتا یه چیزی میخوای بد نمیدن، برای که ذخیره کردن برای آخرتت، نباید بد بدن، مبادا از خدا بدت بیاد که بد ندادن، مبادا از امام زمان بدت بیاد که بد ندادن. علت سوم هم امام صادق فرمود، گاهی وقتا هم بد میدن، اما یه چیزی از آخرتت کم میشه. حضرت زهرا از با پدرش خواست که من یه جفت گوشواره میخوام، یه پرده میخوام بخرم، نداریم، خونمون پرده نداره، میخوام یه کمی درست کنم ظاهر خونه رو. پیغمبر 2 دینار دادن به فاطمه زهرا. شب حضرت زهرا یه گوشواره خریدن و بعد یه پرده خریدن نصب کردن. شب در عالم رؤیا خواب دید فاطمه زهرا وارد بهش شده، کاخیست، باقیست، کاخ بزرگ با عظمتی، باغ بی نهایتی. وارد اون کاخ شد، تخت سلطنتی عظیمی، تعارف کردن این کاخ مال شماست، این باغ مال، این تختم تخت شاهنشاهی شماست. بفهمید حضرت زهرا دادن این تخت یه پایه نداره، 4 تا پایه بوده، یکیش کمه. پرسید این پایش چی شده؟ گفتن صاحبش در دنیا چیزی تقاضا کرده، پایه این تخت پایه طلاییه، این تختشو کندن فرستادن دنیا براش. صاحبش میخواسته پرده برای خونشون بخره، گوشواره برای خودش بخره. پرسید مگه این کاخ و باغ مال کیه؟ فرمود مال فاطمه زهرا دختر پیغمبره. حضرت زهرا ناراحت شد، از خواب بیدار شد، پرده رو کند، گوشواره ها رو در آورد، آورد داد به پیغمبر، یا رسول الله اینا رو بدید به فقرا، من نمیخوام توی دنیا چیزی داشته باشم، میخوام همش بره اون آخرت، دیدم پایه تختم کنده شد. گاهی هم دلیل اینه که بهت نمیدن، میدن اما اگه خودت بفهمی پشیمون میشی. گاهی هم نمیدن، روز قیامت میگن خب لیست چیزایی که این جوان تو دنیا از ما خواست بهش ندادیم بیارین، میارن. زن خواسته ندادیم، اونی که عاشقش بوده ندادیم، اون مدل ماشینی که میخواسته ندادیم، اون دوچرخه که تو بچگی میخواسته باباش براش نخریده، اون جفت کفشی که میخواسته، اون مدل پیرانی که میخواسته، اون چیزی که میخواسته، اون حواسی، اون خانه، اون باغ، اون چیزایی که دلش میخواسته. یه روز گرسنه بوده، تشنه بوده، چشش افته به یه اناری هوس کرده نتونسته بخره، بیارین لیستش، بیارین، میارن. در آخرت عوض اونایی که تو دنیا بهش ندادن اونقدر خدا عطا می کند که این بنده آرزو می کند ای کاش یکی از حوائجمو تو دنیا بهم نمی دادن، هیچ کدومش نمی دادن، همه رو اینجا جاش بهم می دادن.
وای چه خبره جا اونایی که من میخواستم و اونجا بهم ندادن، اینجا چی دارن میدن؟ کاش هیچیشو نمیدادن، همشو اینجا میدادن. اینا متن روایات من دارم براتون میخونم، عبارات عربیشو نمیخونم برای اینکه خیلی معطلتون نکنم به ترجمه، و الا قصه قصه عظیمی. نمیدونم، من یه سوال دارم، میخوام بگم خدایا اگه ما کربلا خواستیم این دنیا بهمون کربلا ندادی، اونجا جاش چی میخوایی بهمون بدی؟ گاهی اینه، خدایا من اگه عشق بر امام حسین خواستم، اینا سوالای منه، از تو خواستم بهم عشق بدی انقدر برا اربابم گریه کنم تا جان بدم، تو بهم ندادی، جاش چی میخوای اونجا بدی به؟ چی بگم اینا؟ اگه بخوام روایاتشو بخونم جوانا امشب حیران میشید که خدا چی میده جای این حوائجت. اگر دیدار امام زمان رو خواستی عبد ندادن، هی این در اون در زد، 40 شب چهارشنبه رفت جمکران، 40 شب جمعه رفت کربلا، هی رفت کنار دریا. میتونید ها جوانای، دریا نزدیکتونه، کربلا بهتون نزدیک، دریا 2 قدمیتونه. 40 شب نامه برای امام زمان بنویسین، حوائجتونه بنویسین، بریم بندازین تو دریا. یکی از نواب اربعه، نواب خاصه رو، مثلا حسین ابن روح رو صدا بزن، آهای حسین ابن روح سلام علیکم، این نامه منو خدمت امام زمان برسان، بندازش تو دریا و ببین چه خبر میشه. اینا رو دارم برای شما میگم که از امشب عملیاتی بشین ها، جواب میگیرین. دریای نجف دیدین؟ نجف رفتین دریای نجف رو دیدین؟ یه جوانی بود، فقیر بود، خیلی محجوب بود، اهل لبنان بود، شیعه بود، اونجا میخواستن ببرنش سربازی از ترس این که نبرنش سربازی فرار کرده بود، آمده بود عراق، آمده بود کربلا، بعد آمد نجف. نجف ساکن بود، سید بزرگواری هم بود، خیلی وقت هیچی هم نداشت، گاهی نون خشکی که بقیه طلبه ها میریختن دور، این اونا رو جمع میکرد با آب خیس میکرد میخورد. انواع دعاهایی که برای رزق و روزی تو مفاتیح بود، یه انواع دعاها رو میخون. تصمیم گرفت 40 شب سحر، دمدمای از اون صبح که هنوز هوا تاریکه، هیشگی رو نمیبینه، چون دوست داشت کسی نبیندش، بره بیرون نجف، بره کنار دریا، شط نجف، دریای بحر نجف، همون اون طرف وادی السلام اگر رفتی دیده میشه از دور، میرفت کنار دریای نجف. این عریضه‌ای که خدمت امام زمان، نامه‌ای که نوشته بود، حوائج چه نوشته بود، آقا کمکم کنید من بتونم درس بخونم، نوکری کنم برای شما، اینو مینداخت تو آب، عباش سرش میکشید میامد. گفت روز 40 بود، من نامه رو انداخته بودم، داشتم بر میگشتم، یه وقتی یکی تو را رسید به من، حالا عبام اعصابم به هم ریخته بود، خلقم تنگ، ناراحت که 40 روز سحر بلند شدم این همه را، از خونه، از حرم امیرالمؤمنین تا دریای عالم راهه، تا اونجا من بیام و نامه رو بندازم و هیچ خبری از امام زمان نشه، خیلی ناراحت بود. عبامو سرم کشیده بودم داشتم می آمدم، هوا همچه گرگومی شده بود، آفتاب نزدیک بود طلوع کنه، دیدم یکی رسید به من سلام کرد، کنار من ردیف من داره راه میره،
جواب سلامشو دادم اما حوصله حرف زدن باهاش نداشتم. فرمود آسد محمد سلام علیکم. گفتم علیکم السلام، ولی همچون عبار سر کشیده نگاش نکردم. بعد با خودم گفتم خب ممکنه این آقا صاحب از زمان باشه، تو 40 شب آمدی سهرا نام و عریضه انداختی تو دریا که آقا تو ببینی مشکلت حل کنی، خوشات خودشون باشه. بعد خواستم امتحان کنم، تو روایات دیده بودم که امام زمان دستشون خیلی نرم لطیف، انشالله یه بار ولو تو خواب باش مصافحه بکنید تا بفهمید من چه عرض میکنم. انقدر دست حضرت نرم و لطیفه که انه استخون نداره، اینا همش دنبه است، انقدر نرم لطیف. گفتم امتحان میکنم، همینطور که سرم پایین بود دستمو از آبا آوردم بیرون مصافحه کنم. آقام دستشو آورد با من مصافحه کرد، دیدم به همونیه که تو روایات میگن. زود عبامو زدم کنار، ندیدم کسی. وقتی که داشتیم مصافحه میکردیم فرمود خیال میکنیم ما تو رو نمیبینیم؟ 40 روز سهرا از خونه میای بیرون، از حجره مدرسه میای تا دم دریا، داری میای عشق میریزی یا صاحب از زمان میگی، گریه میکنی، خیال میکنی من عشقاتو ندیدم؟ خیال میکنی من صداتو نشنیدم؟ خیال میکنی من گریهاتو ندیدم؟ به زودی مشکل تو حل میشه. همینقدر که دست من تو دستش بود 3-4 کلمه رو به من فرمود، تا عبا رو زدم کنار، حالا که دست دادم فهمیدم علامت درسته، نگاه کنم ناگهان غائب شد. اما از اون روز به بعد وضع من خوب شد. این آسد محمد شد از بزرگان علما و از ثروتمندترین تجار شد. هم تاجر شده بود، هم مال فراوان خدا بهش داد، هم اولاد صالح زندگی خوب بهش داد، هم اهل علم و فهم شده بود. یه نگاه بهتون بکنن زندگیتون زیر و رو میشه. بسمه یا صاحب الزمان، آجان تو که یک گوشه چشمت، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببره، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرم، حیف باشم که تو باشی و مرا غم ببرم. افسوس افسوس گامنی پی اغیار دویدی، از یار بموندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت، متاعی نخریدیم،
و از حاصل و جز حسرت و اندوه نچشیدیم. امشب قسمت میدم به امیر المؤمنین علی، آقا جان یا صاحب الزمان، بلی نگذار قسمای سخت بدم یا صاحب الزمان، نگذار قسمت بدم به اون لحظه ای که علی بغضش گلوگیر شد، به اون لحظه ای که جلو چشش زهراشو زدن. امان امان یا لیت ابن ابی طالب مات قبل یومه هذا، کاش علی قبل از اون روز مرده بود. فلا یرى الکفرة الفجر قد ازدحموا على ظلم الطاهرة البرا. وای 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 به خدا، اگه حالو نداشتی، اگه نمیدیدم اشکاتون جاریه، دیگه این ابیاتو نمیخوندم. در وسط کوچه تو را میزدم، وای 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 در وسط کوچه تو را میزدم، کاش به جای تو مرا میزدم. الله 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 وای منو وای منو وای من میخدارو 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 سینه زهرای من. الله 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 بیت آخر منه، اگه دلت سوخ بگو اللهم عجل لولی کل فرج. در وسط کوچه تو را می زدم، در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا
زدم گوشه یه چشم تو چرا شد کبود فاطمه جان مگر علی مرده بود فاطمه جان مگر علی مرده بود خودم دیدم که زهرا ناله می خودم دیدم که زهرا ناله می کرد گل رخسار را پر یاله می کرد خودم دیدم که با صوت حزینی صدا می زد که یا فز خزینی وای آی 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 یا صاحب الزمان نگذار قسم سخت بده یا آقای دیگه هم سراغ دارم کتک خوردن ناموس جوه چشه زین العابدین دید چادر از سر خوهرانش اماش میگشن دید چطور نامحرمان دنبال نوامیزش میدود حسین 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 فلک با اطرت خیر البشر لختی مدارا کن مدارا کن با آل الله شرم از روی زهرا کن بدم المظلوم بدم العطشان بدم القریب یا الله